میکنم محضر برادران عزیز، آرزوی توفیق داریم برای شما، برای کار بسیار مهمی هم به لحاظ معاش مردم و هم به لحاظ معاد مردم. در روایات راجع به امن و امنیت تعابیر زیاده، من نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. هر ساعتی که وقت و انرژی و ذهن و زحمت میگذارید برای تأمین امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت خانواده ها، امنیت اخلاقی، امنیت قضایی با هر دو قضا، انواع امنیت هایی که انسان ها برای رشد و فلاحشون به اون محتاجن، تک تک ساعات و لحظاتی که وقت میگذارید علاوه بر خدمات اجتماعی و آثار محسوس فوری دنیویش، باعث رشد معنوی خود شما میشه، یعنی ارتقاء درجه انسانی و الهی است برای خود شما. از این باب فقط عرض میکنم به عنوان نمونه این روایت رو که فرمودن من آمن خائفا من مخوفت آمنه الله سبحانه من عقابه، هر کس یک شهروند رو، یک انسان رو، چه برسه به کل ملت رو یا خانواده ها رو، هر کس برای یک نفر ایجاد امنیت بکنه و ترس رو از زندگی یک نفر بیرون ببره ولو در یک مورد خاص، خداوند در قیامت به او امان خواهد داد و امنیت خواهد داشت و از عذاب خدای متعال در امان خواهد بود. هر کس در راه امنیت مردم، امنیت جامعه بشری، امنیت خانواده ها تلاش میکنه، تلاش فکری، علمی، اجتماعی، مالی، مدیریتی، برنامه ریزی، تا شب بیداری، تا درگیری های اجتماعی، یه چنین وعده هایی بهش داده شده به لحاظ اخروی. مخصوصا به این نکره بودن، صیغه نکره که فرمود خائفا من مخوفتن، یعنی یک نفر رو که ترسیده از چیزی، از ظلمی، از ناامنی، من مخوفتن، از یک خوف، حتی یک ترس، امنیت بهش بدی، خداوند در قیامت به شما امنیت خواهد داد. هدف خدمت به خلق و بندگان خدا بوده. و مسئله امنیت باز اینقدر مهمه که در روایات ما که اصل قدرت و حکومت رو مشروع نمیدانند الا با التزام به عدالت، یعنی حقوق مردم، هم حقوق هم حدود هر دوش، چون عدالت فقط حقوق نیست، تکالیف هم هست، حق و تکلیف رو هم میشه عدالت، حقوق متقابل میشه عدالت، حق یک طرفه عدالت نیست، نه حکومت حق یک طرفه داره نسبت به مردم بدون تکلیف و مسئولیت و پاسخگویی، نه مردم حق یک طرفه دارن بر کسی، نه مردم نسبت به خودشون حق یک طرفه دارن. حقوق کلا دو طرفه است، جاده دو طرفه است. حضرت امیر تو نجیب الله فرمودن که من حق علی وجود نداره الا ای که من حق له وجود داره. هر حق لهی حق علیه است داره در کنار. حق علیه یعنی تکلیف مسئولیت، حق له هم یعنی همین حقوق. هر جا اختیارات و حقوق هست تکلیف هست به همان اندازه، نه بیشتر نه کمتر. هر جا تکلیف و اختیارات هست، هر جا تکلیف و مسئولیت هست پاسخگویی است، به همان اندازه حقوق و اختیارات باید باشد. فرمودن اگر یک مورد باشه که حق باشد و تکلیفی نباشد، اگر چون این جایی هم باشه، فقط در مورد خداوند صدق میکنه، نه هیچ کس دیگری، هیچ کس. و خداوندم حق یک طرفه برای خودش قائل نشده. خداوند با این که کسی بر خداوند نمیتونه تکلیف کنه، ولی خود خداوند بر خودش تکلیف کرده، فرموده بر خودم رو مکلف میدانم که مثلا چه کنم و چه کنم. این از این مسئله. در این حالی که اصل مشروعیت و حقانیت یک نظام، یک سیستم، یک دستگاهی اجتماعی حکومتی امنیتی به رعایت عدالت و حقوق متقابل الهی و شرعی، حق الله و حق الناس مبتنی است و بدون رعایت این حقوق مشروعیت نداره، در این حال امنیت اینقدر مهمه که فرمودن باز سلطان ظلوم، یا حاکمیتی که عدالت رو رعایت نمیکنه ولی نظم و امنیت حداقل در جامعه باشه، خیر من فتن تدوم، از هرج و مرج و فتنه های تمام نشدنی اجتماعی و ناامنی که ظلم نامنظمه،
باز بهتره، چون هرج و مرج ظلم نامنظم غیر قابل پیش بینی است. اما یک سیستم ظالم ظلمه، ولی ظلم منظم و قابل پیش بینی است. اگر بین این دو تا هم مجبور بشه یک جامعه بشری انتخاب بکنه، به طور طبیعی به حاکمیت ظالم تن میده، به هرج و مرج و ناامنی تن نمیده، چون اونجا ظلم غیر قابل پیش بینی هم هست. اینقدر مسئله امنیت و نظم مهمه. در این حال برای که از یک چنین عبارتی سو استفاده نشه که بخوان مشروعیت بدن به نظام و دستگاه های فاسد و ظالم، که خب بالاخره از هرج و مرج که بهتریم، در این حال میفرمان که اسد حتوم خیر من سلطان ظلوم. اما اینم بدونید که شیر درنده یه حیوان درنده بهتر است از یک دستگاه و حاکمیتی که یه سیستمی که ظالمه و حقوق سرش نمیشه. چون حیوان، شیر درنده یه حیوان جنگلی تا حدی که خودش سیر بشه میدره و پاره میکنه، اما دستگاه ظالم و فاسد به هیچ حدی قانع نیست و تا تمام ریشه های توی جامعه رو فاسد نکنن ول نمیکنن. حکومت طاغوتی همینه. شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان. فرمودن به شما بگم بدترین جامعه چه جامعه است؟ بدترین جامعه و بدترین تمدن مدنیت چه نیست؟ اونی که مردم، شهروندان عادی در اون امنیت ندارن، فقط صاحبان قدرت و ثروت امنیت پیدا میکنن، توده مردم امنیت ندارن. از پیامبر اکرم، از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده این تعبیر که یه جامعه بد جامعه ایست که توده ها درش امنیت ندارن، آدمای عادی امنیت ندارن توش و هر کسی باید به یه جایی وصل باشه تا حداقل امنیت رو داشته باشه، دستش تو کاسه یکی باشه، به یک جایی بند باشه. آدمای معمولی امنیت نداره. شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان. قطان یعنی مردم، توده‌های عادی مردم. و راجع به اجمالا حاکمیت به طور عام و سیستم امنیتی به طور خاص، یک خطر خیلی مهم که اینایی که درگیر نیستن موعظه میکنن، حق هم دارن، خب باید همه همدیگر موعظه کنیم دیگه، ولی متوجه اهمیت مسئله نیستن، چون واقعیت قضیه رو نمیبینن. آدم باید یک 4-5 روز کارش بیفته به کلانتری و دادگاه و اینا تا بفهمه که چه به عنوان شاکی چه به عنوان متهم. حالا هنوز ما به عنوان متهم که نخواستن، نمیدونیم کی بخوان، ولی شده چند بار مثلا گرفتاری کسای دیگه اینا رفت آدم میبینه که گاهی با خودم فکر میکردم مثلا توی سالن دادگستری یا زندان و زندان ها و اینا واقعا چقدر میشه اخلاق رو اخلاقی مدیریت کرد و چقدر سخته پلیس اسلامی بودن. به نظرم سخت‌ترین کار دنیایه تقریبا، همونطور که قاضی اسلامی بودن، اینا خیلی کارهای سختیه. شاید هم این که میفرماد این پاداش رو براش میشموره، از اون طرف داریم کسانی که قدرت دارن، قدرت امنیتی اینا دارن، سوء استفاده کنن از این قدرت به نفع خودشون، باندش، فامیلش، آشناهاش و اینا، یعنی از قدرتی که فرمود از سلطان امانه. سلطان یعنی سلطه، یعنی قدرت. قدرت، حاکمیت از جمله قدرت امنیتی امانت خدا و خلق است، مال کسی نیست، حتی مال شخص ولی فقیه و رهبری امت هم نیست، مال خود پیغمبر هم نیست، امانت الهی است و فقط یک جا باید مصرف بشه و او در خدمت بندگان خدا و خلق، در خدمت عدالت، در خدمت حقوق بر اساس شریعت، که فرمودن از ان السلطان امین الله فی الارض. سلطان یعنی حاکمیت، نه یعنی پادشاه، چون اصلا این تقسیم سیستم ها به پادشاهی و نمیدونم جمهوری و فلان اینا، این تقسیمات مال جدید. سلطان کلمه لغوی، از سلطان هر جا در روایات میبینید سلطان، ترجمه نکنین به پادشاه به مفهوم امروزی. سلطان یعنی حاکمیت، سلطه، اقتدار، دولت، نهاد قدرت، قدرت رسمی حاکم. تو منطق اسلامی ان السلطان لامین الله، لام تاکیدم میارن، ان هم میارن با دو تا تاکید، فرمودن که قدرت و سلطه امانت خداوند است و حاکمیت و نهادهای حاکمیتی امین خداوندند. فی الارض، امین خدا در زمین، و مقیم العدل فی البلاد و العباد، تنها یک حق دارند، یک جور حق دارند از این قدرت استفاده کنند ولا غیر، و اون اقامه عدل فی البلاد و العباد، در جامعه و همینطور در طبیعت
بلاد در کل سرزمین ها، حتی تو محیط زیست و العباد روابط اجتماعی. این تعریف قدرت، اونم تعریف اهمیت امنیت در تفکر اسلامی و اهل بیت سلام الله علیهم. یا این تعبیر که وزعته فی الارض، قدرتی که در زمینه نمادی از قدرت خداوند است و این فقط باید در مسیری که خداوند تعیین کرده به کار بره. حاکمیت و نهادهای حاکمیتی، وزعته فی الارض، اینا در زمین یک مأموریت دارن و اون جلوی فساد رو بگیرن، جلوی ظلم رو بگیرن. در هر مسیر دیگری این قدرت مصرف بشه خیانت شده، در هر مسیر دیگری، منافع شخصی، قومی، باندی، هر مسیر دیگری خیانت و حرام طبق این منابع. متأسفانه سوالی که مطرح میشه که شماها چون خودتون درگیرید با این مسئله بهتر از همه میدونید، ما به عنوان ناظر بیرونی که نگاه میکنیم، هم یکم دقت کنیم، ما هم میفهمیم کم و بیش، ولی نه به اندازه شما. و اون که کار امنیت و مثلا پلیسی و نیروی انتظامی و اینا اصلا قوامش قاعدتا باید ظاهرا اینجوری به نظر میرسه که بر دو چیز دیگه، یکی کشف جرم و نظارت اجتماعی و یکی اقتداره. و رعایت اخلاق و حقوق در هر دو معرکه کار فوق‌العاده سختی. تون تو بخش کشف جرم یا اعتراف گرفتن از مجرم خیلی زمینه لغزش وجود داره. نیروی امنیت، نیروی پلیس به طور برای دفاع از حریم عمومی گاهی وارد حریم خصوصی افراد مجبوره بشه. این که تا چه حدی وارد یه حریم باید بشه و چگونه وارد بشه و چگونه خارج بشه از یه حریم خصوصی، خیلی کار پیچیده و سختی. به نظر من از جراحی مغز و اعصاب سخت‌تره. سخت‌ترین جراحی‌هایی که یه میلیمتر اینور اونور بری طرف میمیره یا فلج میشه، این کار شماها سخت‌تره. چون یک طرفش حق الله، یک طرف حق الناس، گاهی دو طرف حق الناس، که حق الناس هم در ذیل حق الله. حق الله هم تعبیری دیگری از حق الناسه، چون حق الله خداوند به این معنی که مردم حق دارن، که خدا به این معنی حقوق و منافع نداره. حق الله یعنی همون حقوق معنوی مردم، مثلا نماز و روزه میگن جزو حق اللهه، نه به این معنی که مثلا بنده میگم این کت تن بنده الان پوشیدنش حق بنده است، نه شما، که یه رکنش هم چیه؟ رابطه اعتباری بین من و اینه و نیاز من به اینه. رابطه اعتباری و نیاز و اینجور مسائل در خداوند معنا نداره. لذا حق الله به اون معنایی که میگن حق الناس نیست، تعبیر دیگری است از نوع دیگری، از بخش دیگری از حق الناس، که شاکی نداره، طرف دیگری نداره. ظالم و مظلوم یک نفره و او خود انسانه. در واقع حقوق الله رو به یه تعبیر شاید بشه اینجوری گفت، حق الله مواردی که شخص داره به خودش داره ظلم میکنه، اونو میگن حق الله. کسی به دیگران صدمه نزده که حق الناس بشه، صدمه مالی، جانی، آبرویی، به خودش صدمه میزنه، گناه میکنه، مثلا گناهی که میکنیم، کبیره، صغیره، اصرار به فلان، این میگن حق الله. این هم در واقع باز حق خود منه، یعنی خودم حق خودم رو پامال کردم. خب از یک طرف توی یک باریکه حرکت میکنیم، واقعا مثل یعنی پل صراط به معنی واقعیش کسی بخواد نگاه کنه، جایی است که به حق الناس سر و کار دارید. یه جا کوتاهی بکنی در برخورد کشف جرم و برخورد با مجرم، خب ظلم ادامه پیدا میکنه، شما نمیتونی امنیت و عدالت رو اجرا کنی. یه جا افراط و زیاده روی بکنی، خود به اسم تأمین یک حق الله یا حق الناس یا حق الناس دیگه ای رو پامال کردی. و بسیار کار ظریف و دقیقه، واقعا آموزش میخواد، آگاهی میخواد، تقوا میخواد، فداکاری میخواد. اینایی که آگاهانه میرن مسئول امنیت یا قضاوت در جامعه میشن، آدمای خیلی بزرگی هن، آگاهانه برن و ملتزم باشن. اینایی هم که نمیفهمن دارن چی کار میکنن، بگم چی بگم؟ بله؟ بدبخت. واقعا بدبختن. یعنی کسی وارد عرصه قضاوت یا امنیت و اقتدار بشه که مدام با جان، مال، آبروی آدم ها سر و کار داره، ولی اولا آگاهی نداره به معروف و منکر و ضوابط الهی، و دوم و از اون مهمتر التزام نداره، اصلا برش مهم نیست. به فکر میکنه هم یه شغلی مثل بقیه شغلا، به عنوان اشتغال بهش نگاه میکنه و به ارتقاء مقام خودش داره فکر میکنه. خیلی آدم نادانیه، خیلی نادانه. یعنی امر بین
وجوب و حرمت، اینجا امر مباحی وجود نداره. تو حوزه امنیت و قضاوت و اطلاعات و اینا امری کاری که میکنی یا واجب قطعیه یا واجبه یا حرامه، مباح نداره، چون یا در مسیر تأمین عدالت یا ضد عدالته، بیطرف نیست. خب خیلی کار سختیه. برای همین هم بفرمان که اگر امنیت ایجاد کنی، یک نفر رو از یک خوف و ترس رها بکنی و یک حق رو به یک حق دار بتونی برسونی، خداوند تضمین میکنه سعادت تو، بهشت تو. از اون طرف هم میگن خائنه اگر کوتاهی بکنه، میگن شیر درنده باشی بهتر از حاکمیت هست که به حقوق احترام نمیذاره، حقوق براش معنی نداره. خب حالا کار به این سختی، اقتدار خودش، حفظ اقتدار نیروی امنیتی خود لازمه. لذا تو روایت میگن اینایی که به عنوان قاضی یا به عنوان پلیس، نیروی انتظامی، محتسب، آمر به معروف نهی از منکر، چون اصلا این نیروی انتظامی در واقع تو حوزه احتساب و امور حسبه تعریف میشد در فقه اسلامی. پلیس به معنی آمر به معروف نهی از منکر بود، منتها در عرصه‌ای که احتیاج به اعمال قانون و اعمال قهر و خشونت قانونی است که بقیه مردم حق ندارن تو جامعه دینی در زمانی که حکومت قانونی هست، مشروع هست، حق ندارن فراتر از امر به معروف نهی از منکر زبانی یا قولی دیگه جلوتر برن، حق ندارن وارد عمل بشن، برخورد کنن. این فقط مسئول اختیارش، اختیار حکومتی است، با حکم قاضی است و در اختیار پلیس نیروی انتظامیه که دیگه از حد نهی از منکر قولی بالاتر بره، مثلا بازداشت کنه ببرن، بعد با حکم مجازات کنن، تعزیر کنن، حد بزنن و تبعید کنن یا هر کاری که طبق قانون هست. بنابراین کار شما برادران در مباحث فقهی به عنوان محتسب و بخشی قطعی از ولایت فقیه، یعنی ولایت حسبه، حساب میکردن امور حسبیه. یکی در رأس امور حسبیه شاید این مسئله امنیت اجتماعیه، چون اگه امنیت نباشه بقیه کارا تعطیله. یه نفر اصلا توی جامعه امنیت نباشه، دیگه شما دانشگاه داری، حوزه داری، خانواده داری، تحقیق و پژوهش علمی داری، هنر داری، فرهنگ چی داری؟ هیچ چی نداری. اقتصاد داری؟ امنیت که نبود یعنی همه چی تعطیل. وقت امنیت البته با عدالت گره خورده و با همدیگه باید تعریف بشه. امنیت جزئی از عدالت است. امنیت ظالمانه، امنیت غیر اخلاقی، تأمین امنیت به روش نامشروع امنیت اسلامی نیست، گرچه از هرج و مرج بهتره، چون ظلم رو منظم و قابل پیشبینیش کرده. ولی در فرهنگ اسلامی صحبت نفی ظلمه، نه ظلم منظم یا نامنظم. البته کسی معصوم نیست، هم ضعف در علم داریم، هم ضعف اخلاقی داریم، هم ضعف مدیریتی نظارتی، طبیعی است بشریم. ایناش به عنوان هر امر بشری، مثل هر امر بشری دیگه، این باید اصلاح بشه، نظارت بشه، تکامل بشه. خود حاکمیت باید انتقاد پذیر، نظارت پذیر، یعنی امر به معروف نهی از منکر دو طرفه است، نه یک طرفه. خود حاکمیت و نهادها باید مشغول هم مشورت پذیر باشن، هم نظارت پذیر. روایات داریم در مورد اینکه کسانی که از مسئولین حاکمیتی، از جمله مسئولین امنیتن، مدام باید خودشون رو در معرض مشورت کارشناسان مختلف قرار بدن به لحاظ علمی و نظری و در معرض انتقاد مردم قرار بدن که به مردم بگن ما رو نهی از منکر کنید. این نظرسنجی هایی که میکنن تشریفاتی نباید بشه، واقعا باید نیروهای حاکمیت، نهادهای حاکمیتی، از جمله نیروی انتظامی، مدام باید نظرسنجی کنه، از مردم بفهمه نظر مردم راجع به پلیس چی. نظر مجرمین رو نمیگم ها، نظرم توده مردم خیلی مهمه، از نظر شرع مهمه. اینا بحثی دموکراتیک کنه نمیدونم یه حرفا نیست، اینا مباحث قطعی شرعی است، در روایات ماست، در فقه ماست. حالا مسئله بسیار مهم اینه که چجوری میشه هم اقتدار بمانه، هم مسئله کشف جرمو که گاهی خب مجرم باید اعتراف بکنه، معلومه معمولا مجرم دروغ میگه، کم مجرمی که خودش پاشو بیاد بگه آقا من این کارا رو کردم، بی‌زحمت منو مجازات کنه، کمن. اکثریت مجرم نمیگه مجرم، قسم دروغ میخوره، شاهد دروغ درست میکنه، سوگند دروغ میخوره، همه کار میکنن دیگه، تا
حتی تهمت به دیگران منتقل میکنه جرمشو که خودش رها بشه. حالا توی یک همچین مسئله با این محدودیت‌های بشری شما باید هم کشف جرم بکنی هم اقتدارتو حفظ کنی. معادله بسیار مهمی که باید حل بشه اینه که چجوری میشه با حفظ اقتدار و با نظارت دقیق پلیسی در جامعه بدون ایجاد فضای پلیسی در جامعه که همه مدام بترسن. فضای پلیسی نه، فضای امن، چون خود او باید یه خوف دیگه است. مردم نباید، توده مردم نباید از پلیس بترسن. خود این یه نوع اخافه و خوف اجتماعیه، نباید باشه. توده مردم باید امید به پلیس و اطمینان و آرامش و اعتماد. مجرم باید بترسه. نظام پلیسی و فضای پلیسیه که همه رو بترسونیم تا این وسط یک کسایی می وقت به فکرشون نرسه جرم مرتکب بشن. این اسلامی نیست. او طرف هم برای که کسی از ما نترسه به وظیفه همون که امنیت، تأمین امنیت عمل نکنیم، که خودش یه جور هرج و مرج بزک شده است. رهاش کنیم، ولش کنیم، حالا کسی که کسی از ما نترس. یه عده‌ای حتما باید از شما بترسن و یه عده‌ای حتما باید از شما نترسن. هر دوتاش حتمیه، واجبه. یه عده‌ای باید حتما بترسن، یه عده هم حتما باید نترسن. او عده اول اقلیتن، دوم اکثریتن. خب اینا رو با هم دیگه سازماندهی کردن کار سختیه، واقعا واقعا سخته. ولی اگر بشه میدونی چی میشه؟ یک الگویی میشه برای الگوی پلیسی و امنیتی میشه برای کل جهان، به خصوص امروز که جهان اسلام تو درگیر انقلاب هاست و درگیر نظام سازی هن و دارن نظامشون رو عوض میکنن. همه شون هم زخم خورده از پلیس های فاسد هن که در برابر ظلمای اجتماعی امنیت توده مردم چشماشون میبستن، در برابر منافع صاحبان قدرت و ثروت چشماشون باز بود کامل. حالا اونجاها هم اینجوریه، میخوان همونجوری که تو نظام دانشگاهی، نظام قضایی، نظام علمی، نظام رسانه‌ایشون، نظام آموزشیشون چشم دارن، میخوان ببینن ما که 30 سال جلوتر از اینا عمل کردیم چیکار داریم میکنیم. حرف اسلام هم زدیم، مردم هم زدیم، مردم سالاری دینی میگیم، چیکار کردیم. تو نظام امنیت و پلیسی هم بدونید قطعا اینطور خواهد بود. پلیس موفقی اگر اینجا از همه جهات، حالا خیلی پیشرفت کرده و فرق کرده ان شاء الله بیشتر از این، هر نوع موفقیت تو این عرصه و هر عرصه‌ای در نظام سازی به سرعت در جهان اسلام و در کل جهان الگو خواهد شد. این هم مسئله مهمیه. اگر بتونیم با حفظ اقتدار و با حفظ هوشیاری امنیتی که بالاخره باید جرم کشف بشه، مجرم باید معلوم بشه، بالاخره خودش هم که نمیگه، چیکار کنه؟ خب دیگه اینا یعنی عقلانیت، اینا یعنی هوشیاری، اینا یعنی برنامه‌ریزی، یعنی آموزش، یعنی مدیریت. از یک طرف دخالت در حریم خصوصی افراد ممنوع. شنود بذاری، میکروفون بذاری تو خونه طرف، بگردی پرونده بسازی برای افرادی که کاری مرتکب نشده هستن، یا دریحت جرمی نبوده، اعتدال و تعادل باید رعایت کنی. دنبال خطاهای افراد ذره‌بین گذاشتن نه. در روایت داره حضرت امیر فرمودن لا تداقن ناس وزنن به وزن، ذره‌بین رو زندگی مردم نگذارید. لا تداقن ناس وزنن به وزن. در روایت دیگه فرمودن بشر خطاکاره و خطاپذیره، دنبال آدم معصوم نباید بگردی. که اصلا کار پلیس و اینا این نیست که دنبال آدم معصوم بگرده. کی معصومه؟ مگه خود شما معصومید؟ مگه کی معصومه؟ تو روایت میفرماد هرگز حکومت اسلامی نباید ذره‌بین بندازه تو زندگی خصوصی مردم، بگرده که مجرم پیدا کنه به زور. مجرم سازی، پرونده سازی نه، اما ساده لوحی، بازی خوردن، دور خوردن، عوامانه و سطحی و غیر علمی به مسائل نگاه کردن، تک تک اینا که میگم روایت داره، ما من آوردم اینجا، وقت نیست. مشورت نکردن، علمی برخورد نکردن، اینا همه صدمه میزنه. اقتدار نداشتن، قاطعیت نداشتن، اینم صدمه میزنه. که حالا من از هر دو بعدش روایت آوردم خدمتتون عرض خواهم کرد. از اون طرف میگه خب تو حریم خصوصی دخالت نکنیم، از اون طرف شما برای کشف جرم پلیس مجبور میشه جایی روشایی داشته باشه. روشهای حتی من تو روایت دادم حضرت امیر روش بازجویی، بازجویی از مدعی، از شاهد، از متهم،
مثلا در روایتی داره که 7-8 نفر آمدن شهادت دادن که فلان جا آقا ما اینجوری دیدیم. حضرت امیر تو صحبتاشون احساس کردن که اینا با هم دیگه مثل که صحبتی قبل از جلسه دادگاه با هم داشتن، جدا کردن اینا رو از هم، ازشون سوال کردن به عنوان قاضی، بازجویی کردن، بازپرسی کردن جدا جدا. بعد جالب تو روایت دیدم که مثلا حضرت امیر یک شاهد آورده توی اتاق، اونای دیگه اونجا نشستن، شاهد هیچی نگفته حرفی غیر از او، ولی حضرت امیر چون تو صحبت ها و بازجویی ها احساس کردن اینا دارن با هم ساخت و پاخت کردن، میپرسن فلان، اون میگه بله. حضرت امیر که میگن الله اکبر، یعنی خب روشن شد، روشن شد. بعد میان بیرون به حالت که یعنی چی شد، مسئله روشن شد. به یکی از اینا میگن که خب حالا بگو دیگه. اون طرف فکر میکنه اون تو اتاق چیز دیگه گفت حرفا رو، میزنه زیر گریه، آقا ببخشید بله ما اینجوری بود و فلان، در حالی که اون هیچی نگفت، حضرت امیر هم اینجا هیچ دروغی نگفت، فقط اینا رو از هم جدا کرد، سوال کرد، بعد تظاهر کرد که این لو داده شما رو. نقل نکرده که حضرت امیر آمد گفت که این شما رو لو داد. ببینید اینا خب یعنی پیچیدگی دیگه، یعنی هوشیاری، سخت رعایت اخلاق و عدالت و در این حال برخورد با جرم‌های به خصوص سازماندهی شده اجتماعی. الان ما مجرم آموزش دیده داریم، تجربه دارن، گاهی تجربهشون از چون شما پلیس در این حال باید تجربه همه دزدان هم داشته باشه دیگه، بدون اینکه دزدی بکنه باید تجربه همه دزدان رو داشته باشه بفهمه اینا چجوری دزدی میکنن. یعنی تخصص دزدها و مجرما، همه تخصصهای همه مجرمین رو پلیس باید داشته باشه، ولی نمیتونه بفهمه که کی مجرمه. حالا تو این وانفسا نیاز آگاهی و آموزش هست، واقعیت‌های اجتماعی هست، طرف میدونه این داره دروغ میگه، از اون طرف هم میگن آقا نکیم بدونه، طرف احتمال میدی داره دروغ میگه، از اون طرف هم خب روایات ما فقه ما میگن که اعتراف زیر کتک و شکنجه و تهدید اصلا قانونیت و مشروعیت نداره. یعنی شما حدس میزنی، احتمال میدی یک کسی مجرمه، بعد میگه حالا میزنمش تا بگه. میگن شما دلیل داری که داره دروغ میگه؟ میگه نه، ولی احتمالش که هست، احتمال میدم. خب از اون طرف این احتمالم باید بده که این مجرم نیست. این احتمال چرا ول کردی؟ به اون احتمال چسبیدی. خب از اون طرف میفرمان اگر به صرف احتمال یا آدمی که صرفا متهمه نه مجرم، باش برخورد مثل مجرم بشه، برخورد خشن بشه، باش اهانت بشه، تحقیر بشه، آبروش برو اینا، اعتراف بکنه زیر کتک، اعترافش مسموع نیست شرع. اونا تو روایات ماست. از اون طرف شما تمام مجرمین دروغ میگن، اکثرشون دروغ میگن، اکثر مجرمین دروغ میگن دیگه، چجوری باید بفهمی؟ از اون طرف میگن تو حریم خصوصی وارد نشی، از اون طرف گاهی مجبوری وارد شی، ولی چطور بفهمی؟ این جلو تو یه چیزی میگه، جای دیگه میره تو تلفن به رفیقش یه چیز دیگه میگه. این که عرض میکنم امر دائره بین واجب و حرامه، مباح نداره، بخشش واجب میشه کاملا محدود حساب شده، بخشش که اکثرشه خیلی موارد هم حرام میشه. حتی یک روایت من دیدم، البته اون ربطی به کار اینجا شما نداره، ولی در باب احتمالات یک روایت دیدم کسی میگه به امام، میگه آقا بعضی هم میان گدایی میکنن، میگه چیزی بده من ندارم، من احتمال میدم دروغ میگه. امام فرمودن خب چیکار میکنی؟ گفت بهش نمیدم، برای که نمیخوام گدا پروری کنم. بله به مستحق صدقه میدم، اما کسی میاد میگه نمیدم. امام فرمودن بله احتمال داره دروغ بگه، اما احتمالم داره که راست بگه. یه احتمالم در نظر چرا؟ یه احتمال گذاشت کنار، یه احتمالم داره که راست بگه. اینا رو که میگم در تایید سخت بودن کار نیروی انتظامی ها، میدونم چقدر سخته واقعا. پلیس نبودیم ولی پلیسا رو دوست داریم. امام میگفت ورزشکار نیستم، ورزشکارا رو دوست دارم، پلیس نیستیم ولی پلیسا رو دوست داریم. میدونم کار چقدر سخته، ولی مدام باید بگیم. اصلا فرق پلیس اسلامی با پلیس طاغوتی همینه. پلیس فرق پلیس ما با پلیس نظام سرمایه‌داری، پلیس آمریکا و غرب، با پلیس نظام کمونیستی، با پلیس فاشیست همینه، و با نظام و جوامعی که هرج و مرجه، انگار پلیس مترسکه، پلیسی در کار نیست اصلا. مثلا تو روایت داره وعده‌ای که میدن نهادهای حکومتی، مثلا نیروی انتظامی پلیس یه وعده میده به مردم که آقا ما تا فلان وقت فلان جا این فلان امنیت رو برقرار میکنیم. تو روایت میفرماد الوعد مرض و البرؤ انجازه، وعده رو مثل یک بیماری تلقی کنید که تا عمل نکردی بهش
شفا پیدا نکردی. مثل کسی باش وقتی وعده میدی، مثل کسی باش که احساس کن داری از درد به خودت میپیچی، چطور تمام تلاشت میکنی که این درد تمام بشه؟ باید به وعدت عمل کنی. فرمودن که قرآن میفرماد اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وفا کنید به عهد و پیمان هاتون، هر پیمان و تعهدی که میسپارید بازخواست خواهید شد. اصلا کسی که استخدام میشه در یک نهادی به تمام تعهداتی که اون نهاد در برابر جامعه داده این متعهد شده. اگه کسی رفت توی یک دستگاه فرهنگی، معنیش اینه که من متعهد شدم به تمام تعهداتی که دستگاه داده، یعنی من مسئولیت دارم در برابر جامعه، مسئولیت فرهنگی دارم. نهاد امنیتیش همینطور، نهاد قضایی، نهاد آموزشی. کسی میره جای استاد میشه تو دانشگاهی فلان، مدرسه کودکستانی، مهد کودکی، هر جایی، طبق این روایات به تمام تعهداتی که قانوناً بر عهده اون نهاد و دستگاه هست، این شرعاً مسئول و متعهده. ان العهد کان مسئولا، پاسخگو باید باشی. تو دنیا هم باید پاسخگو باشی، تو آخرت هم که قطعاً پاسخگو هستی. فرمود غیر موفن بالعهود من اخلف الوعود. مصداق کسانی که وفای به عهد نمیکنن، کسانی هم هستن که تعهد و وعده میدن، چه به طور نهادی و ساختاری، چه به طور مدیریتی خودشون، ولی وفا نمیکنن، به وعدهشون وفا نکنن، به تعهدی که او دستگاه بر دوشش عمل نمیکنه. فرمودن این خیانت و این فعل حرامی است که نقض آیه کریمه قرآن. یک نکته دیگه، این بحث اقتدار در باب امر به معروف نهی از منکر که حوزه نیروهای انتظامی به خصوص امر به معروف نهی از منکر عملی در چارچوب قانون هست، متفکران اسلامی توضیح دادن که آقا ما یه چیزی داریم به نام شرط وجود، یه چیزی داریم به نام شرط وجوب. شرط وجوب مثل رابطه استطاعت با حج، یعنی اگر شما به طور طبیعی خودت مستطیع شدی، حج بر شما واجب می شود. مستطیع نشدی، حج واجب نمی شود. شما وظیفه نداری، واجب نیست بر شما که بری حتما پولدار بشی تا بری حج. مستطیع شدن واجب نیست بر شما، اما اگر استطاعت آمد اون وقت حج واجب میشه. میگن اینجا استطاعت شرط وجوب حجه، اما در مورد امر به معروف نهی از منکر میگن استطاعت، اما اونجا استطاعت شرط وجوب امر به معروف نهی از منکر نیست، شرط وجودشه. شرط وجوده به این معنا که تا شما قدرت نداری، احتمال تحصیل ندی، چی نداری، چی نداشته باشی، طبیعتا در اون لحظه تکلیف نداری، اما تو اینجا حق نداری منتظر بمونی که من که خب قدرت ندارم، تأثیرم که الان به نظر من نداره، پس تکلیف ندارم. نه، اینجا میدونی مثل چیه؟ مثل رابطه وضو با نمازه. میگن شما تا وضو نداری نماز نباید بخونی. بعد تو نمیتونی، خب من که وضو ندارم پس نماز دیگه نمیخونم، همینجا میشینم تا وضو خودش بیاد. وضو که خودش نمیاد، ابطال وضو خودش میاد، ولی وضو خودش نمیاد. خوابت میبره، چرت میزنید، حمله بر چیز مثبت بکنید شما. من میشینم، به ما گفتن بدون وضو نماز نخون، منم که وضو ندارم پس نماز الان بر من واجب نیست. اینه فرق میکنه او قضیه حج و استطاعت بایی. اونجا رو میگن شرط وجوب، اینجا رو میگن شرط وجود. مسئله اقتدار، قدرت، شرط امر به معروف نهی از منکره، چه اقتدار به لحاظ تجهیزات و آموزش و اینا، چه اقتدار اجتماعی، اقتدار عملی، اقتدار علمی، همه اینا، اینا شرط امر به معروف نهی از منکر و از جمله امنیت هست. اما شرطیه که باید دنبالش بری، تحققش ببخشی، محققش کنی. یا وقت میگن مثلا یک دارویی آمده از خارج آوردن، من نمیدونم توش الکل هست یا نیست، خب جا واجب نیست تحقیق کنید. احتمال میدی، حتی احتمال میدی توش الکل باشه، احتمال میدی باشه، احتمال میدی نباشه، اینجا واجب نیست تحقیق کنی. اکثر فقها خوب نظرشون اینجا میگه، اما این فرق میکنه با این موردی که شما اینجا نشستی اینجا میگی. من احتمال میگن در مسئله امنیت احتمال تاثیر قوی، چون احتمال میدم تاثیر نداشته باشه یا داشته باشه، پس اینجا تکلیف ندونه. خیر، احتمال تاثیر رو ببر بالا. اولا تو به چه دلیل احتمال میدی تاثیر نداره؟ هر اقدامی تاثیر داره، استثناء پیش میاد که احتمال تاثیر نباشه، هیچی نباشه، هیچی نباشه. ولی اگر بود بله اونجا تکلیف نداری. ولی از کجا ادعا میکنید؟ اینجا باید شما برید دنبال مقدماتش و قدرت به دست بیارید، تحصیل قدرت بکنید تا بتونید به اون واجب عمل بکنید. اینو میگن شرط وجودشه، این نه وجوبش. یعنی همین الان هم واجب هست، همین الان هم که شما قدرت نداری واجبه، و لذا واجبه که برید سراغ مقدماتش. مقدمه تأمین امنیت اسلامی تو جامعه چیه؟ هر چی که هست واجبه تأمینش.
آموزش درست، آموزش هم فنی و تشکیلاتی و همین کارهای پلیسی و اینا تو حوزه های مثلا امنیت و اطلاعات و این حرفا، هم بحث آموزش معرفتی اخلاقی. اصلا یه فرق مهم پلیس مسلمان با پلیس غیر اسلامی اینه که پلیس مسلمان اخلاقیه، یعنی امنیت را در با روش شرعی دنبالشه، در مسئله امنیت رو با شریعت، با عدالت، با اخلاق گره میزنه، نه جدا از اینا. خب آموزش میخواد، تمرین میخواد، نظارت میخواد. من یک نمونه نقد کنم که خب بزرگان نقد کردن در فقه شیعه سنی، اینا هست، کتاب الاحکام السلطانیه مال ماوردی است، یه توضیحات حدود 1000 سال پیش در باب نظامات اجتماعی اسلام داره بحث میکنه که ببین نیروی انتظامی و پلیس 1000 سال پیش تو جامعه، تازه اون جامعه اون دوران، دوران بنی عباس، از نظر ما هنوز اسلامی نیست، اشکالات زیادی داشت، ولی خب همون مقداری که در بعضی از برهه هاش، چون اینا هم بالا پایین داشتن، بعضیشون کمی اسلامی تر بودن ولو نامشروع بودن، به بعضی از مسائل اسلامی رعایت میکردن، بعضیشون اصلا نمیکردن، بعضی کمتر. خود شاه میبینی شرابخوار و خانمباز و فاسد و اینا بود، ولی گاهی دستگاه، تو دستگاه آدمای سالم بودن که مسلمان بودن، میخواستن به دین عمل بکنن. ها یک نمونه ببینید اون موقع. و کتاب دیگری به نام معالم الغربه فی احکام الحسبه که این یکی هم تو قرن 9 نوشته شده، وظایف محتسب همی پلیس شرطه، میگه که این قضیه مثلا مال عرض کردم قرنها قبله. یکی از وظایف محتسب اینه که وقتی دم دکان بره سر میزنه تو بازار به مغازه ها و اینا، تا این حد اگر ببیند روی ظرف ماست باز است و مگس می نشیند، باید فروشنده را مجبور کند که روی ظرف ماست را بپوشاند. دقت میکنید مسئله بهداشت بازار. البته الان گاهی به اسم بهداشت، دیدم من به اسم بهداشت تولید کننده های محلی محصولات خانگی روستایی شهری اینا رو ابین بردن که اینا بهداشت نداره. حالا توش دو نفر تخلف کردن، خب شما بهداشتشو درست کن، چرا شغلشو از بین میبری؟ به جاش جنسای خارجی از پفک و چیپس و انواع و اقسامی آشغالجات آوردن که 1000 جور ضررش بیشتره. اینا 100 بار غیر بهداشتی تره از اینکه یک کسی اینم آبزرشکی، آب میوه، یک کسی توی خونش درست میکرد میآورد سر کوچش میفروخ، خب او رو درستش بکن. یعنی به اسم بهداشت از بین بردن تولیدات داخلی و واردات رو رایج کردن من کار ندارم، ولی اصل این مسئله ببینید تا این حد میگه وظایف محتسب که تو بازار را میرفت هر روز، یکی بحث حالا گران فروشی، احتکار، دعوا اگه شد، دزدی شد، رشوه شد، دروغ شد، برخورد شد، ظلمی شد، اینها بعد تا این حد محتسب روی ظرف‌های ماست رو بررسی می‌کرد، اگر روی ظرف ماست باز است و مگس می‌نشیند، فروشنده را موظف می‌کند که روی ظرف رو خودش بپوشاند با پارچه تمیز، لباس‌های فروشنده را نگاه کند که کثیف نباشد. ببینید 1000 سال پیش تو جامعه اسلامی پیشبندی که میبندد باید هر روز یا روز در میان عوض کند و بشوید، به حمام ها سرکشی کند که در حمام آیا درست آیت بهداشت و همینطور اخلاق و اینا، در مسجد ها چه بکنند. میگه که وظیفه محتسبی بود که به مسجد سر میزد ببینه در مسجد فرش مسجد کثیف نباشه، نجس نباشه، افرادی که به مسجد میان بهشون تذکر میداد خوشبو باشید بیایید مسجد، با بوی گند پا و بدن و بوی گند دهان و اینا نه، با بوی خوش تو مسجد بیایید، مسجد باید تمیز باشه، مرتب باشه. ببینید یه همچین وظایفی 1000 سال پیش، صدها سال پیش نیروی انتظامی امور حزبیه و محتسب تا این حد ریز باید چیم. یعنی تقریبا گاهی هم وارد مسائل اخلاقی، اخلاق عمومی، عفت عمومی اینا میشده تا ظلم های اقتصادی اجتماعی. حالا آدم فاسد و فاسق و فاجر همه جا بوده و هست، به اون کار نداره. حتی میدونین برای زندان فلسفه نوشته شد که فلسفه زندان چیه، در زندان چه باید کرد با مجرم، چیکار میخوایم بکنیم باش، میخوایم رفتارشو کنترل کنیم، میخوایم درونشو تغییر بدیم، میخوایم مجازاتش بکنیم، میخوایم اصلاحش بکنیم، همه اینا با همه. اینا تو حوزه‌های فلسفه اخلاق بحث شده، البته نه که حالا در مورد خاص زندان، ولی بحث هایی شده که اینجا آثارش معلوم میشه. متاسفانه خیلی زمینه ها عرصه های خالی برای کار وجود داره که این حوزه و دانشگاه ما
واقعا مشغول زمان رهبری تو ساعتشون گفتن نظام سازی یک امر ناتمام بی‌نهایت از شروع و کف ثابت داره اما تمام نمیشه. تو همین عرصه مسائل پلیس امنیت اسلامی یک کرسی ثابت گفتگوی فقهی اخلاقی علمی با توجه به مشکلات عینی اجتماعی واجبه باشه، واجبه باشه. این بخشی از مسئله نظام امنیتی اسلامی است. اگه امروز دنیا از ما بپرسه اصلا حالا عمل جدا یه محدودیت و مشکلات عملی است، به لحاظ نظری نظم و امنیت اسلامی با نظم و امنیت سکولار چه فرقی داره و چه شباهتایی داره؟ کیام باید بیان توضیح بدن؟ کی میتونه توضیح بده درست؟ هم در مبنا، هم در غایت، هم در روش. زندان اسلامی داریم ما یا نداریم؟ زندان اسلامی چطور زندان است؟ تسامح با مجرم میشه؟ زندان هتل آسایشگاه یا از اون طرف زندان شکنجهگاه اهانتگاه برای جبران یک ظلم بیاد خودش ظلم مضاعف بکنی؟ آدم سالم بیاد فاسد بیاد بیرون، سالم بیاد داخل فاسد بره بیرون، چون یه جایی حقی رو پامال کرده، یه حدی رو حریم رو شکسته، وقت اونجا 100 تا حریم خودش شکسته بشه. خب نه این زندان اسلامیه نه اون زندان. زندان اسلامی چطور زندان نیست؟ حالا من روایت رو آوردم، وقتم تموم شد متاسفانه. ببینید راجع به زندان و اینا، حالا من نمیخوام، چون زندان ها با مسئولیتش با نیروی انتظامی که نیست، فرمودن قوه قضاییه باید یقه اونا رو گرفت، که چون گاهی بحثای خبرهایی که میرسه از بعضی از زندان هایی که خب واقعا بله قبلا با شما بود، حالا بعضی زندان ها خب واقعا مسئله اسلامی که آدم میشنوه رعایت نمیشه توش و اینا باید حتما اصلاح بشه. قبلا شما زندان ها با شما بوده، الان هم بالاخره بازداشت میکنین یک چند روزی، گاهی چند هفته، گاهی ده مهمانتون هستن. حالا بله زندان ها خب با شما نبوده، ولی بازداشتگاه ها همون زندانه. تو شهر ما به بازداشتگاه هم میگن زندان، نمیدونم تو شهر شما چی میگن. تا او زندان کوتاه مدت و دراز مدت. اتفاقا دوران زندانی که مربوط به پلیسه از جهات مهمتره، چون هنوز طرف بلا تکلیفه. ببینید زندانش که شما باش مسئولشین، شما با متهم روبروی، نه با مجرم. زندانی که دست قوه قضاییه با مجرم یا کسی که محکوم شده با اون مواجهن، اونا یه سری حقوق رو باید رعایت کنن. به نظر من زندانی که در اختیار نیروی انتظامیه باید باز دقیق تر باشه، چون کسی که در اختیار شماه اصلا معلوم نیست که مجرم هست یا نیست. معلوم نیست که مجرم یا مجرم نیست. کاملا ممکنه یه آدم شریف بیگناهیه که متهم شد، ممکنه هم یه آدم پدر سوخته دجالیه که هزار جور کلاهبرداری. هر دوش ممکنه. من فقط حالا روایت توی باب زیاده فقط یک نمونه عرض بکنم. یکی راجبی که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که من اگر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علی. اگه کسی رو هیچ دلیلی علیش نداری، فقط همینطوری شک کردی که شاید اینجوری باشه، اگر بترسونیش تو حبس با تهدید با اهانت و فحش و این حرفا بترسونی و این از ترس یه چیزی رو بگه، فرمودن که فلا حد علی، هیچ مجازاتی در حکم او مشروع نیست. این اعتراف مجازات اثبات نمیکنه، مگر این که دلیلی داشته باشه. یه وقت دلیل داری، مدرک داری و میدونی داره دروغ میگه، تعذیر و بحث دیگه، تعذیر در نظر دروغ، فریب دادن پلیس، خطر اجتماعی، اونا بحثای دیگه ایه. ولی همینطور یه کسی رو تو خیابون آوردن، شما یک تو جای دزدی شده، احتمال میدن اینه، شاید هم نیست، بزنمش تا بگه که منم. خب این قطعا خلاف قضا اسلامی، خلاف بازجوی اسلامی است. البته این روایت رو بعضی فقها اونا که سند شناسن بحث کردن، میگن که سند حدیث ضعیفه و همینطور بدون ترسوندن و بدون حبس کی اعتراف میکنه؟ یعنی یک کسی رو بیاری بگی که تعارف کنی شیرنی و چایی، آقا خوش آمدید، قدمتون رو چشم، اگر ممکنه لطف بفرمایید بگید که جناب عالی چند نفر رو کشتین؟ خب اون میگه هیچی نکشتیم و یک ساعت هم منو معطل کردی، خسارت بده تا برم. بله
میدونم ملزم هست، من نمیگم که میکنه یا نمیکنه. الان نیروی انتظامی ملزمه که رعایت بکنه، انشالله هم میکنه دیگه، همه جا همه جا انشالله میکنه. بخش من سری دومیشه در این که ملزم هست قبول دارم. بعضی گفتن که آقا حاضر نه که سند حدیث ضعیف قوی نیست، اشکالاتی در سند ممکنه باشه. در این حال پرسیدن که چطور میشه اون وقت امنیت رو اجرا کرد که هیچ مجرمی اعتراف به هیچی نمیکنه. بعد بعضی بزرگان مثلا امرهوم علامه مجلسی میگه آقا بله سند ضعیفه، ولی به این روایت میشود عمل کرد. بیشتر اصحاب و فقهای ما به این روایت فتوا دادن و عمل کردند، مگر موارد استثناء. او که شما میگید یه موارد خاصی پیش میاد، او حتما موارد استثناء و باید با مجوز قاضی باشه و در حدی که مصداق تعذیر و اینا باشه. یعنی شما میدونی داره دروغ میگه و موارد از این قبیل. و الا ای که بگه ما طرف متهم رو باش برخورد اهانت آمیز میکنیم تا یه جرمی درست بشه براش، خب این نیست، خلاف قضای اسلامی است. میگه حالا مرحوم مجلسی میگه سندش ولو قابل خدشه، اما اقرار گرفتن با شکنجه از فردی که فقط متهمه، هیچ دلیلی علیه وجود نداره، تا مجبور بشه به اعتراف دروغ، این خلاف شرع و خلاف عدالت. اگر در واقع اون مجرمه و شما به هیچ وجه نتونستی کشف کنی، تکلیف دیگه نداری. مورد خاص و استثنایی، مجوز خاص و استثنایی میخواد، اونم مجوز برای شکنجه کردن یا اهانت کردن به یک کسی که دلیلی علیهش نیست نیست. اون مواردی که مثلا دلیل علیهش هست، میدونی یک بخشش دروغ گفته، یه تعذیری با مجوز قاضی، موارد کاملا استثنایی است که در تمام قوانین حقوقی و مدنی و جزایی دنیا این موارد هست. مورد استثنایی معنیش این نیست که یه سوراخ یک از اونجا قانون رو سوراخ کنیم بریم دنبال کارمون، نه، کاملا بایستی در چارچوب ضوابط شرعی و اخلاقی و قانونی باشه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که لانه طرف علی العذاب، اگر کسی با عذاب و شکنجه و کتک خوردن و فحش شنیدن بدون هیچ دلیلی اعتراف کرد، اعتراف اینجوری نیست. فرمودن اگر کسی دزدیده، شما ولی دلیلی ندارید، هیچ دلیلی نداره، ولی در واقع هم دزده، انکار کرده، زدیدش، اقرار کرد که بله، بعد گفتین خب برو بیار مال دزدی رو، بعد گفت نه نیست، نیاورد، فرمودن حد جاری نمیشه، چون میدونم اون تعبیست شرط داره. حالا تعذیر ممکنه، مجازات های دیگه بله، اما حد نه. یا راجبه حتی مجرمی که در موردش حد اجرا شده، که حالا وقتی باید راجبی هم بحث کرد که اصلا این احکام که میگه آقا خشنه و فلان و اینا انسانی ترین معقول ترین احکامه، کسی جرأت نمیکنه درست حرف بزنه برای که نمیدونن احکامش اصلا. یعنی زندانها رو پر از افراد میکنن به خاطر جرمایی که گاهی حد داره، حدش هم روشنه. تو روایت میگه اصلا کسی رو معطل نباید، حق ندارید معطل نگه دارید تو زندانها، باید فوری بیاد حد رو جاری بکنید، یا اگه دلیل مدرکی ندارید آزادش بکنید. اصلا این قوانینی که مینویسن و اجرا میکنن که اصلا تو فقه ما نیست همچین چیزای خیلیاش، همطور هی زندان تراشی برای جرمای مختلف، بیشتر از چند روز زندانی رو نگه داشتن، اصلا راجبه که جایز یا نیست دارن بحث میکنن فقهای ما. فرمودن یا دلیل هست یا نیست، اگه دلیل هست فوری مجازات کنید، حکم رو اجرا کنید، اگر نیست باید رهاش کنید. و بعد همه جرم های تعذیری رو به زندان نوشتن چرا؟ که البته اینا چون به شما مربوط نیست، به قوه قضاییه مربوطه، اینجا جاش نیست. ولی یه چیز دیگه که در مورد زندان ها و بازداشتگاه ها، ببینید تو بحث‌های فقهی ما خب اینا هزار ساله داره مطرح میشه، مبناش روایات، البته اختلاف اجتهادی هست، الان هم تو قوانین ما هم هست اینا، خیلیاش گاهی رعایت میشه گاهی رعایت نمیشه متاسفانه. مثلا در مورد زندانی بیمار بحث فقهی مفصل که اصلا آدم بیمار را میشود زندانی کرد یا نه، بدهکار بیمار را میشه حکم بازداشت صادر کرد. مرحوم سید یزدی صاحب عروه میگه نه، میگه اگر حق دیگری از ناس یا حق الله بر گردنش باشد که با حبس قابل ادا نیست، دستور بازداشت نباید داد، یا معلوم نیست مجوزی باشه برای دستور بازداشت. امام فتواش اینه تو تحریر، اگر حبس برای بیماریش مضر است که قطعا جایز نیست، البته اینا رعایت میشه خیلی هاشم، ولی میخوام بگم آیا همه جا هست یا نیست. اگر زندانی در زندان مریض شد، مخارج معالجش با کیست؟ بیماری صعب العلاج اگه پیدا کرد، بیماری های صعب العلاج و پرخرج، بیماری های ساده که معلومه با بیت المال اینا، با بیت المال است یا با خودش، شقوق مختلف مطرح میشه. حالا میخوام اینو بگم، مریضی اینا هیچی، میگه حتی کسی که آقا حد در موردش جاری شده، یعنی با اون 10-20 شرط
که مثلا قحطی نیست، گرسنگی نیست، مضطر نیست، اضطرار اجتماعی نیست، اضطرار فردی نیست، چی هست چی هست، تمام اون شرایط باشه که در مورد کمتر دزدی تحقق پیدا میکنه. اگر شد طرف رفتن انگشتش قطع کردن، حضرت امیر علی سلام فرمودن که اجراء حد اینجوری نیست که حد رو جاری کنی بگی برو خونت. احسن القیام علیهم فاذا برئوا فاعلمنی. فرمودن اینا که در موردشون حد جاری میشه فوری باید ببرید به بیمارستان مربوط به حکومت، به بهداری، و احسن القیام علیهم یعنی با تمام توانت باید به اینا برسی، حتی کسی که مجرمه حد در موردش جاری شده با تمام توان باید بهش برسی. فاذا برئوا، حالش کاملا خوب و مساعد که شد، فاعلمنی، بعد به من گزارش باید بده که حالش خوب شد، من باید بازرس بفرستم ببینم که حالش چطوره. کسی که حد در موردش جاری شده باید میفرماد که داو کلومهم، میگه آقا در مورد دو نفر انگشتشون قطع کردیم، چون امنیت اجتماعی مهم، دزدی نباید بشه. حضرت امیر فرمودن که پیامبر فرمودن اگر جایی هم قطع لازم شد مداوا بر حکومت واجب است با تمام هزینه‌هاش. حکومت باید با تمام هزینه‌هاش از بیت المال مداوا کنه. این جالبه، فرمودن که بهشون غذای خوب، گوشت، حد جاری شده بهش میگه فاتئمهم السمن والعسل واللحم حتی برئوا، غذاهای کالری دار، پروتئین خوب، گوشت، عسل و روغن خوب بهشون میدی تا به طور کامل حالشون خوب بشه. ببینید اینجوری عمل میکرد. وقت طرفی که از شیعیان، از طرفدارای خود حضرت امیره، رفته حد در موردش جاری کردن، انگشتش قطع کردن، حالش خوب شد، آمده بیرون ضد انقلابای موقع، بهش میگن که خوردی بخور، هم علی جون حقت رو گذاشت کف دستت، گفت که خوب کاری کرد، اگه علی انگشتای منو قطع نمیکرد علی نبود، او کاری نداره که من طرفدارشم یا مخالفشم، من دزدی کردم و حق منم همین. از این برادرای دزد بده. ولی همینقدر انصاف داشته که اقلا خودش قبول داشته که این حد باید در موردش اجرا میشده. ببین یه کاری کرده از تعمیر که طرف حد جاری شده، انگوشش قطع شده ها، میاد بیرون از علی دفاع میکنه. او طرف داره به از تعمیر بتلک میگه، به این فوش میده، به از تعمیر اهانت میکنه، این دفاع میکنه. میگه علی خوب کاری کرد که انگشت منو قطع کرد، به تو ربطی نداره. ببینید خب تو روایت ما تو او حوزه بحث تفکیک جنسیتی زندانیان هزار سال پیش مطرح میشه، اصلا این حرفا تو دنیا مطرح نبوده. تفکیک سنی زندانیان ما روایت داریم، تفکیک مذهبی دینی زندانیان روایت داریم، صحبت حتی از تفکیک جرم ها روایت داریم، تفکیک سنفی حتی گاهی روایت داریم. این انواع بحث های روانشناسی، تربیتی، امنیتی، بحث حق اشتغال و کار برای زندانی، و یک مسئله مهم که نمیدونم چرا بهش کم توجه میشه، فرمودن همه مجازات ها حبس و اینا نیست، تعزیرا حب تعزیر کنید طرف رو به کار، کار یا کار برای اجتماع یا کار برای کسی که بهش ظلم کرده. مجازات های عقلایی شرعی، حضرت امیر فرمود اگر بدهکار مالی ندارد میتونید به جای که بندازیش تو زندان مجبورش کنید کار کنه و پول طرف رو بده، مزدشو بده، یا بره برای او کار کنه. اصلا خب آقا این چرا این کار زندانه رو خالی باید بکنیم با اینجور چیزا؟ مثلا تو روایت در حضرت امیر، ببینید در تهذیب الاحکام روایت حضرت امیر فرمودن مجازات کسی جرمی انجام داده یا بدهکار یا هر چی که هست، فرمودن دو روز در هفته باید بری برای فلانی کار کن، زندان نمیخواد بیه. دو روز در هفته باید بری برای او کار کن، هر کار او میگه باید بکن. یه عنوان بحث الملتوی عن اداء الدین، حق نفقه زندانی که فقها در تفصیل دادن در نوع جرم، بین حتی فقیر و غنی تفصیل دادن، آدم پولدارم نفقه زندگیش باید بدی، آدم فقیرم باید بدی، به یک اندازه باید بدی. نه، امام صادق فرمود انفق علیه من بیت مال المسلمین، مراقب خانواده زندانیان باشید. فرمودن اینا باید تامین بشن، اگر ناناور خانواده یک جرمی مرتکب شده زن و بچه‌اش گناهی ندارن، اینا نباید به فقر و بدبختی و بعد به جرم دیگه بیفتن. انفق علیه من بیت المال المسلمین، بیت مال المسلمین باید حکومت اینا رو تامین بتونه بکنه. حتی مورد حبس ابد، کسی بود که حکمش حبس ابد بود، حضرت امیر فرمودن تا ابد مخارج خانواده او رو حکومت باید بده، چون این حکمش حبس ابد دیگه، خب تا ابد مسئول خانواده ما. بعد فرمودن ها کذا یصنع رسول الله لا اخالفه، پیامبر اینگونه عمل میکردن و من هم در این قضیه مخالفتی نمیکنم. در مورد حق زندانی برای شرکت در مراسم مذهبی و فرهنگی و معنوی که حالا الحمدلله تو زندان ما خوبی بحث هم هست، کلاس میذارن کار میکنن، حالا چقدر دقیقه و بحث دیگری ها. امام صادق علیه السلام علی الامام ان یخرج المحبوسین فی الدین یوم الجمعه الی الجمعه و یوم العید الی العید، حتی
اینا باید بتونن تو نماز جمعه، نماز عید، توی مراسم عبادی معرفتی، درس، کلاس برای رشدشون شرکت کنن. از حق رشد معنوی و فرهنگی نباید محروم بشن. اینا جزء حقوق زندانی است. مجلس دعا، عبادت، حقوق فرهنگی، حقوق علمی، حقوق معنویشون رعایت بشه تا حدی که با مجازات منافات نداشته باشه. البته فقها بحث میکنن که بدهکارا، این شامل بدهکاراست یا شامل جرمای دیگه هم هست نیست. که راجع به حق ملاقات میفرمان که نفقه مخارج زندگی زندانیان با حکومت طبیعتن، اما اگر خانواده هاشون چیزی اضافه ای آوردن از لباس، غذا و امکانات رفاهی بهشون بدید. حائل نشوید بین اونها و بین من یعتیه به مطعم او مشرب او ملبس او مفرش. منطقات هتل نباید بشه زندان، خوشخوشانشون بیاد بعضی ها. و این راه حلش به نظرم کاره، اردوگاه های کار و کارهای مثبت کشیدن از افراد، که هم زندان نباید خوش بگذره، هم نباید شکنجه باشه، یعنی یک حالت مجازات در همون حد. فرمودن نگذار کسی به او آموزش فرار از قانون و فریب دادگاه را به او آموزش دهد. میان بهش یاد دادن آقا فلان بند مصوبه قانونی چیه، اینجا باش هوا تو داریم، فلان حرف رو بزن، فلان کار میکنیم. حضرت امیر فرمود اجازه ندید احدا یدخل الیه مما یلقنه لدر، کسانی با اینا ارتباط داشته باشن بهشون آموزش بدن چطور در برابر قانون لجبازی کنن و چطور فریب بدن دستگاه رو و قاضی رو. در مورد حق تفریح و تفرج و رفاه زندانی، حق هواخوری، فرمود حضرت امیر مر به اخراج اهل سجن فی اللیل الی صحن السجن لیتفرجوا. حق تفرج، آب و هوا داشته باشن، هواخوری بکنن، مخصوصا روزا اونجا گرم بود، غروب به بعد هوا سردتر میشد، میگفت شبا غروبا بذارید بیاد بیرون هوا بخورن. نیاز غذایی، نیاز دارویی، پوشاک، هوای آزاد، لباس، تو روایت داره لباس زمستانی و لباس تابستانیشون باید متفاوت باشه. خب اینا 1400 الان تو دنیا، این زندان گوانتانامو، زندانهای غرب شرق، این محصول بشر مدرن بعد از این همه حرفای به اصطلاح حقوقی و اینا، اینم روایات ماست. حالا ما باید واقعیت خودمون رو با این روایت تطبیق بدیم هرچی بیشتر. یا حق مرخصی در مورد بعضی زندانی‌ها و همطور حقوق جنسی که در روایت داره، حق شهوت. زندانی به حضرت امیر سر می‌زدن، خودشون به زندان بازرس هم داشتن، اومدن اینا به زندانی‌ها میگفتن هر چیزی، یکی گفت آقا من زنمو می‌خوام، خانمو می‌خوام. امام فرمودن لک ذلک، حق داری، این حق توست. و خب خلوتگاهی درست می‌کردن برای زندانی و همسرش و اینجور مباحث که اینا دقت‌های، یا در باب این که اگر کسی زندان رفته بعد معلوم شد که شاهد دروغ گفته یا قاضی فاسد بوده، خائن بوده، رشوه گرفته، کاری کرده، یا اون نیروی انتظامی که پرونده رو مینوشته آدم کثیفی بوده، به شما بگم خیلی از این حکمایی که قاضی ها میدن، یعنی همش دیگه بر اساس گزارشیه که پلیس تو صحنه مینویسه، خیلیاش این گزارش نویسی تو صحنه ممکنه ظلم بشه، اینکه اصلا بلد، بعض از اینا بلد نیستن درست گزارش بنویسن، بعضیا ممکنه آدمای سالمی نباشن. یک کسی میره اونجا اصلا آموزش دیده، خودش آدم سالمیه، چطور نظارت میشه؟ اگه یک کسی رو تهدید کرد، یک تطمیعش کرد، یه چیزی یه جوری دیگه نوشت، خب این نصف صفحه گزارش اینجوری بنویسی یه حکم از توش در میاد، اونجوری بنویسی یه حکم از توش در میاد. اینا همه جاهایی که تو روایت ما گفتن با دقت بشه. فرمودن اگه کسی افتاد زندان بیگناه بعد معلوم شد خطا بوده از طرف دستگاه، این باید چطور جبران بشه، اعاده حیثیت بشه؟ چقدر فقها بحث کردن راجع به اعاده حیثیت متهمی که مجرم نبوده و خساراتش چطور جبران بشه. خب اینا دیگه از این بحثا زیاده، من فقط خواستم عرض بکنم که میدان برای بحث و گفتگو زیاد، تاکید میکنم کرسی آداب بحث رو نقد بکنم، یک کرسی راجع به مسائل ابعاد مختلف امنیت اجتماعی و نظم و پلیس مسلمان، پلیس اسلامی به لحاظ نظری تشکیل بشه، یک چشم به بیرون داشته باشین. شماها بهتر از همه میدونین توی پاس کلانتری و توی زندان بازداشتگاه و اینا چه اتفاقی داره میفته، خوب و بدش. اونا رو یک طرف توی یک دست، یک طرف هم این ظرفیت عظیم روایات و مفاهیم فقهی ماست، اون طرف هم البته تجربه جهان، از تجربه جهان هم باید استفاده کرد. این ستار رو هم دیگه یک کرسی باید باشه اینجا که هر هفته، هر ماه تو نیروی انتظامی در عالی ترین سطح تشکیل بشه با همکاری حوزه و دانشگاه و متخصصین خودتون، و مدام تو هر کرسی، هر راجب یکی از معضلات مربوط به شما باید اینجا بحث بشه که پلیس اینجا کجا داره درست عمل میکنه، کجا غلط، چیکار کنیم دقیق تر، علمی تر، اخلاقی تر. این به نظرم یک بحث دائمی میطلبه. و السلام علیکم.